سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه چندشنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما. امیدوارم که خوب و خوش و برقرار باشید، که میدونم هستید. ناشکر نباشید، دور و برتون یه نگاه بندازین. مگه میشه این همه خدمات و زحمات رو کسی ببینه و سر کیف نباشه؟ دیگه چی میخواین؟ دارن همه کار براتون میکنن دیگه، پس شک نکنین سالهای آینده سالهای بهتریه. تردیدی ندارم سالهای پیش رو سالهای بهتری برای مردم ایران خواهد بود. بفرما، خودش هم داره اعتراف میکنه دیگه، میگه دیگه توجهتون رو متمرکز سالهای پیش رو کنین، چون پشت سر رو که دیگه تا گردن ما ریدین، بهتره نگاه هم نکنین، نگاهتون به آینده باشه. خیلی هم در آینده نگری ید طولایی دارن، مثل اون موقعی که به مردم در مورد بازارهای مالی و سرمایه گذاری توصیه کرده بود، یادتونه؟ مردم بدونند سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است. بله، که شاهدیم همگی چقدر این توصیه هوشمندانه و درست بود. ولی متاسفانه مردم پرتوقع از مقامات هم توصیه های کارساز اقتصادی میخوان، هم میخوان نوسان نداشته باشه. کسی که میاد بازار سرمایه این رو میپذیره، اولا کوتاه مدت نگاه نداره، میام مدت به بلند مدت. ثانیاً نوسانی بودن رو چیکار میکنه؟ در جلوی چشم خودش داره. بفرمایید. طولانی مدت به قضیه نگاه کن. چه عجله‌ای دارید؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، حالا فرصت هست. بعدم باید بپذیرید دیگه. اینقدر عجول نباشی. ما به زودی قراره همونطوری که از خطر کرونا عبور کردیم، از خطر نوسانات اقتصادی هم عبور کنیم. ملت ما ایستاد، مقاوم ایستاد. ما به حمدالله از خطر بزرگ کرونا عبور کردیم. بله، ما اولین کشوری بودیم که از خطر بزرگ کرونا عبور کردیم. به کسی نگفتیم که کسی نخواد از رو دست ما کپی کنه. باور کن عبور کردیم. راست میگه. حتی وزیر بهداشت هم تایید کرد که ما از خطر کرونا عبور کردیم. ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده و ما باید همه جا فکر کنیم، زیر پوست هر شهری، هر روستایی و هر خانواده‌ای ممکنه این ویروس رو بشه پیدا کرد. نه چیز، ببین اینجا ممکنه به نظر بیاد که این دوتا حرفاشون یکی نیست و هر کی تو کشور ما حرف خودش رو میزنه، اون نظم و هماهنگی وجود نداره. ولی نظم و هماهنگی که بین اظهارات دولت مردان عزیز ما هست توی مردم ژاپن نیست. الان این دوتا جفتشون دقیقاً یه حرفو میزنن، منتها ادبیاتشون فرق داره. وقتی میگن از خطر کرونا عبور کردیم، یعنی همین دیگه، یعنی ولش کردیم، گذشتیم ازش، رد شدیم رفت. اون یکی هم میگه الان ویروس تو کل کشور چرخیده و مردم دیگه خودشون میدونن و خودشون دیگه. کار کردن دولت هم یه حدی داره دیگه، کم توقع باشین. دولت برای روستاییان کاری انجام داده که کمتر نظیر اون را میبینیم در آب و برق و گاز و بهداشت و ارتباطات. بله، هر آب و برق و گاز و اینا که عالی بوده، البته در زمینه قطع کردنشون دیگه. توی بحث ارتباطات هم که اصلا ترکوندیم. واقعا چه دستاوردی بزرگتر از گل کوچیک بازی کردن وزیر ارتباطات با بچه‌های روستایی؟ تمام بچه‌ها رو داره له و لورده می‌کنه، همینطور داره لگد می‌زنه و هول میده. لازم به ذکر در نتیجه این دستاورد بی‌نظیر، تیم وزیر ارتباطات 6-0 به گفته خودشون باختن. حالا اینا خودشون بازی میکردن، نهایتاً یکی چی، دو یکی همچی چیزی میشد نتیجه، یعنی رفت تو بازیشون، چون حتما باید نشون میداد فوتبالش هم این مدیریت شه. البته اینا همه دست خداست.
اون کس که ترامپ را سرنگون کرد خدا بود. بله، خدا اول ترامپ رو سرنگون کرد و بعد جو بایدن رو به ریاست جمهوری رسوند. خدا تو کشورهای دیگه کارش رئیس جمهور سرنگون و سرپا کردنه، ولی توی کشور ما تمرکزش روی اقتصاد و قیمت‌ها رو کنترل می‌کنه. کاراش متفاوته دیگه، چون میدونه رئیس جمهور و مقامات ما مثل ترامپ منفور نیستن که، همه این مردم عاشقشونن، مخصوصا دار و دسته موتور سوارای خودشون. فرق هم به حالشون نمیکنه. ببین حسن جان، تو فعلا مواظب باش دار و دسته خودتون قبل از پایان دولت به سرنگونی نرسوننت، بعد در مورد سرنگونی ترامپ حرف بزن. خب اون کس که به ظاهر ترامپ را سرنگون کرد ملت آگاه آمریکا بود، اما نقش ملت ایران بدون تردید تاثیرگذار بود. عامل سرنگونی ترامپ ظاهرا مردم آمریکا بودن، ولی باطنا مردم ما تاثیرگذار بودن. چی میگی بابا جون؟ مردم بیچاره ما اگه زورشون به رئیس جمهور عوض کردن میرسه که سال 88 رئیس جمهور کشور خودشون عوض میکردن بره پیکارش. اونقدرم لطوپار نمیشدن. هم در دولت آقای هاشمی لطوپار شدن مردم، هم در دولت آقای خاتمی، هم در دولت آقای روحانی. تنها دولتی که ما هیچ اعتراض مردمی علیه دولت نداشتیم. هیچی به خدا که هیچ بوی از حیا و خجالت نبرده این محمود، یعنی یه جوری با قاطعیت میگه هیچ که آدم به خودم نمیتونه باور نکنه. هیچ سال 88 هم اعتراض به دولت نه شما نبود، اون بحث چیز دیگه ای بود، خودشون هم گفتن. راست میگه، اون یه بحث دیگه بود، یه چیز دیگه بود، بی خود قاطی نکنین دیگه، خودشون هم گفتن. بحث چی بود؟ ولی خب این شکل بگره این هایی جان؟ ولی خب این شکل بگره این هایی میشه دوباره؟ من متوجه نشدم. ولی خب این شکل بگره این هایی. آها آها، فهمیدم. آره بابا، اون قضیه که اصلا ماجراش فرق میکرد، اصلا فرق اون قضیه 88 خیلی فرق میکرد. یه خورده ماشین بازی و تفنگ بازی و بطری بازی و اینا که اصلا اسمش لتو پار کردن نیست. بحثو الکی سیاسی نکنید. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. بفرما. دیدین گفتم بحث اصلا سیاسی و اعتراضات مردمی نبود، اصلا نداشته. بحث سر محیط زیست بود، پوشش گیاهی و رودخانه و خس و خاشاک و اینجور چیزا. کورش اگه دروغ بگه. روز نگفته اید من. اما دروغ گفتن یه بحث دیگه ایه. یعنی شما تا به حال توی عرصه سیاست دروغ نگفتید؟ نه. یک دروغ هم نگفتید؟ نه. نه. نه چیه؟ محمود و دروغ؟ محمود همیشه در زندگیش راست گفته به مردم. یه دختری بود 9 ساله تو مدرسه، باز اینم از همون تحریف هاست. من گفتم از ماده انرژی آزاد کرده، اینا گفتن غنی‌سازی کرده. تحریف دیگه. ای تحریف چیای نامرد، یعنی انقدر که شما حرفای محمود رو در این 10 سال تحریف کردین، استاد خسرو معتزد تو کل عمرش تاریخ مملکت رو اینقدر تحریف نکرده بود. من خودم یادم اون سخنرانی محمودو، ایشون هیچ حرفی از غنی‌سازی نمیزنه. اومدن در منزل، دیدن این دختر بچه سوم دبیرستان با کمک برادر بزرگترش رفته یه سری قطعاتی رو از بازار گرفته به هم نصب کرده، واقعا انرژی هسته‌ای تولید کرده. چه خب الان برداشتن بردن اونجا و بالاخره یه دانشمند هسته‌ای شده دیگه، براش اسکورت گذاشتن برو بیا ماشین و راننده و بفرما. دیدین محمود هیچ وقت دروغ نمیگه؟ محمود دروغگو نیست. محمود یکم سواد نداره، یکم هم حافظه. بعدش هم اینقدر سخت نگیرید، گفت انرژی هسته‌ای تولید کرده، نگفت هسته‌ای چی که. ما هزاران ماده هسته دار داریم، هسته هلو، هسته زردالو، هسته خرما، شاید اصلا هسته داداشش بوده. شما هم دستونو بکنید توی جیباتون، یه هسته چیزی پیدا کنید، یه کبریت بزنید زیرش، روشن کنید، انرژی تولید بشه تا بیان براتون محافظ خودروی شخصی بذارن دیگه، حسادت نداره. البته محمود خان درست متخصص فیزیک هسته‌ایه، ولی علاقه‌اش چیز دیگه است. فلسفه فکر کنم خیلی علاقه دارین، درسته؟ تا حدود
تر میزنم پس هستم، این خلاصه فلسفه محموده با الهام از اندیشه دکارت. برای همینم هست که اصلا محمود خان بین فلاسفه به دزارت معروفه. من با یه دوستی صحبت میکردم که شما رو از نزدیک دیده بود، میگفت وقتی با آقای دکتر میشینی انگار داری با هگل صحبت میکنی. این عبارت دقیقا من نقل قول میکنم. عجب دوست ابلهی، کجا باش آشنا شدی؟ به نظر من باش قطع رابطه کن، چون بی برو برگرد یه چیزی زده که تونسته با هگل که 150 سال پیش مرده حرف بزنه و مقایسهش کنه با محمود دزارت. یه ویدیو هست دارین درخت میکارین با آقای بقایی و مشایی، خیلی ویدیو عجیبیه، یکم حرف باید عجیبه، مثلا یه حالت فلسفی داره، هماهنگ شده بود. اینم که هرچی نفهمیده میگه فلسفی بوده. فلسفی کجا بود؟ اون ویدیو رو من دیدم، از فلسفه فراتر اون، سیانوره. خب من مثلا کلن من خودم درختم، سبز سبز ریشه دارم در خاک. کاملاً برای این قضیه لباس مورد نظر پوشیده، سبز قشنگ، لباس سبز قشنگ، نقش درختو داره به بهترین نحو بازی میکنه. البته این عزیز یه تفاوت خیلی مهم با درخت داره، درخت رو زیر پاش کود میریزن، ایشون رو توی مغزش کود ریختن. البته طفلی شاید از روی حسادت که اینجوری رد داده، به خصوص از وقتی تو رابطش با محمود رقیب عشقی پیدا کرد. بانو آنجلینا جولی، شما توییت گذاشتین برای ایشون اخیراً؟ آره خودتون توییت کردین، یعنی متنشو؟ بله. آره ایشون واسه آنجلینا جولی توییت نزنه کی بزنه؟ یعنی میخوای بگی محمود ما از براد پیت اونا کمتره؟ چطور ترامپ با کیم کارداشیان جلسه گذاشت؟ طوری نبود؟ ها؟ همونطوری که قبلا اشاره کردیم، خدا ترامپ رو سرنگون کرد و مسئولان ما رو سر به کو. مسئولان ما سرشون همه جا هست جز به کار خودشون. الان هم سر به کیم کارداشیان شدن. شما برو بگو که کیم کارداشیان هم 200 میلیون فالوور داره، این هم شخصیت جهانیه. من که کیم کارداشیان رو نمیگم، نه. بله، حالا ایشالله ایشون رئیس جمهور میشن و ما شاهد حضور شخصیت‌های جهانی تر از کیم کارداشیان مثل نیکی میناج و جنیفر لوپز در ساختمان پاستور خواهیم بود. اون موقع دیگه نیازی هم نیست سانسورشون کنیم، چون ایشون خودشون اسطوره مبارزه با سانسوره. داخل پرانتز، روتوسکوپی ابتکار خاص زرقامی بود برای مبارزه با سانسور. روتوسکوپی ابتکار مال 100 سال پیشه ها. این بلایی که شما سر فیلم و سریال های خارجی در میارین بیشتر شبیه کولونوسکوپیه تا روتوسکوپی. اینجوری که میزنن ما تحت فیلم و فیلمساز رو با هم پاره میکنن. یه چیزی میخوام یواشکی نشونتون بدم، ببینید صدا و سیما از چه طرحهایی استفاده میکنه برای اینکه تصاویر ناجور میده. واقعا بغض گلوی آدمو میگیره این صحنه ها رو میبینه. هر چقدر در فیلم سازی عقب افتادیم، در بگن کشیدن فیلم بقیه غولی شدیم. واقعا اینجور مواقع است که انسان به خودش افتخار میکنه. آواجور مال من دیگه، آواجور آواجور افتخار منه، مال شماست. اینا سر آباجور خونه همدیگه دعوا نمیکنن. آباجور در واقع میشه گفت نماد سانسوره. هر کیو میخواستن سانسور کنن یا آباجور میذاشن جلوش. تو صدا و سیما حتما دیدین دیگه، تعجب نکردین این همه آباجور برای چی تو فیلم و سریال خارجیه. بله خب خدا رحم کنه، فقط اون که نماد و افتخارش یک کلید 2 سانتی بود، اینجور جر و واجر کرد همه رو. این که میخواد با آباجور به اون گندگی وارد عرصه بشه، دیگه فکر نکنم چیزی از همون باقی بذاره. کار فناورانه بسیار خوبی انجام دادیم، آموزش دادیم، گفتیم آقا این زنی که لباساش ناجوره یه لباس خوب متناسب با همون سیستم، اصلا ما طراحی لباس متناسب با اون میزانسن کردیم. کارگردان بود اصلا؟ بله، چون کارگردان و سازنده اون فیلم و سریال که طراحی لباس بلد نبودن، که اینا خودشون باید طراحی لباس رو برای اونا انجام میدادن. فناورانه که مال یه دقیقشه، خیلی هنرمندانه و ظریف همین طراحی های لباس انجام شده که در بسیاری از مواقع آدم اصلا متوجه سانسور نمیشه. حالا اینا که فقط نمونه های سینماییه، تو بحث پخش زنده مسابقات ورزشی هم سنگ تموم میذاشتن. تون باشه لوتوسکوپی رو توی پخش بازی فوتبال و والیبال اینا هم داشتید؟ نه، اما وقتی که میرفت طرف سرویس بزنه
بعضی موقع مکس میشد رو سرویس زدن. اونجا یه خانومی مثلا با یه شورت کوتاهی روی توپ نشسته بود، یعنی دوربین یه صحنه خیلی بدی نشون میداد از اون. اصلا چه صحنه وحش، چون این صحنه بعد و فقط اینا فهمیدن ها، اون فیلم برداره و کل تیم والیبال و دیگه نمیدونم فدراسیون اینا هیچ کدوم متوجه نمیشه این صحنه خیلی بدیه. اونجور مواقع دیگه اینا پا رو از روتوسکوپی هم فراتر میذاشتن و وارد فاز تغییر جنسیت میشدن. یعنی دوربین اون خانومه رو که با شورت کوتاه روی توپ نشسته بود و میگرفت، ولی ما دندونای این آقاها رو میدیدیم که خب طبیعی هم هست دیگه، خداییش مسئولان ما با چیزای خیلی خیلی ظریف‌تری آمپرشون میزنه بالا. مهمانان در تلویزیون نباید پا روی پا بگذارند، تحریک کننده است. بفرمایید. اینا با پایی که روی پا گذاشته میشه تحریک میشن. میخوای با داف روی توپ والیبال گذاشته شده تحریک نشن؟ خب بعدم مهمون باید با ادب باشه، نباید که پاشو بندازه رو پاش، بعد خودشو جمع کنم نشستنش متعارف باشه هم موهاش. الهی کچلی بگیری قربان شما. ببین اینقدر موهاش بلنده، ما موهاشو کردیم تو پیرنش، چون تو تلویزیون نمیتونیم نشون بدیم ترویج بشه، متعارف نیست که. همین موهاشو کردین تو پیرهنش، بعد میگرفتین قبل از برنامه کچلش میگردین، طرف بفهمه میخواد بیاد توی صدا و سیما، بعد فرض کنه داره میره دوره آموزش سربازی تو بادگان. باطن همینم اینجوری تکون نمیخوره اینجوری رو بده بدونی چلا کچلی بگیری دفعه بعد اومدی با خیال راحت بشین جلس دور نه 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 اون کچلی بگیره؟ نه کاش شما لالمونی میگرفتی حداقل وقتی همچین کاری کردین دیگه با افتخار نیاین تعریفش کنین. البته تلویزیونی که با مهموناش اینجوری رفتار میکنه طبیعیه که کارمند وفادارش رو به خاطر ابراز علاقه به ابی بندازه بیرون. هر کسی باید بره، اگر قراره بره بالاخره حالا یک مقداری محترمانه تر بره. بله واقعا به هر حال احترام و رفتار محترمانه از سر تا پای اون تلویزیون میباره، به خصوص اون زمانی که شما مجری اخبار بودید و خبرهای ما سراسر احترام به شعور مخاطب و الفاظ محترمانه بود. پرز مرد، او در مذاکرات سازش با فلسطینی ها نقش هویج را ایفا می کرد. ترامپ که پیشتر گفته بود اگر به کاخ سفید برود سیفون را خواهد کشید. انگلیس نشسته بر روی اره برگزیت. مجری رسانه فرهنگساز ملی هستن. ای بابا چرا تعجب کردی؟ همونجوری باید برخورد کردن که تو با مخاطب برخورد میکردی دیگه. متاسفانه بد روزگاری شده، طرف این همه سال نشسته بود روی اره سازمان و نقش هویج رو بازی میکرد، آخرم سیفون رو کشیدن انداختنش بیرون. اینا همه از برکات داشتن یک رسانه ملی ها. مدیرعامل منطقه آزاد کیش، یکی از برکات انقلاب خود من هستم. برکتش که البته دو طرفه بوده، چون یکی مثل تو هر جای دیگه دنیا زندگی میکرد الان مدیریت یه توالت عمومی رو بهش نمیدادن، چه برسه مدیریت یه جزیره رو. بعد میشه از این گوشه خونه با بقیه مسئولین یه قل و قل و اتل متل بازی میکردی. شوی تلویزیونی همرفیق با اجرای شهاب حسینی عزیز، مهمانی گویا یک بازی و یک باور و یک شعر کودکانه ایرانی رو که بیش از 500 سال سابقه داره مورد تمسخر و خنده قرار داد. ببخشید من نمیدونستم الان جدیدن اتل متلم جزء خطوط قرمز شده و نباید با شوخی کرد. شوخی با اتل متل مثل توهین به فرهنگ و تمدن و بقیه چیزای آریاییه. اتل متل تو طوله میگه به نام ستاره ما خورشید، میگه گوی اوسن که الان شد گاو حسن چطوره، میگه این روزها این رو بردن به هندوستان که نه شیر داره حالا نه پستان. گوی حسن چرا شد گاو حسن؟ من نمیفهمم اصلا. سانسور کردی؟ البته وقت برنامه متاسفانه اجازه نمیده که ایشون بتونن کل این اثر رو تفسیر کنن، ولی در واقع پیام شعر اتل متل این بوده که گاو حسن نر بوده ولی حسن به زور در طول سالها ازش شیر میگرفته، که خیلی شبیه شرایط این حسن و ماست و این نشون میده معنای اتل متل عمیق‌تر از این حرفاست. ما واقعا شرمنده ایم، اطلاع نداشتیم، وگرنه میگفتیم مثلا اتل متل رو چاپ کنم به جای دیوان حافظ میذاشتیم روی تاخچه خونمون. الانم من تا یوهو خدای نکرده زبونم لا ناخواسته به دودو اسکاچی و تاپ تاپ خمیر توهین نکردم، از حضورتون مرخص میشم برم سراغ باقیه.
خب شادی خانم. چیکار کردیم آقای ولی الله؟ حالا شما چطوره؟ مختصی اومیم چه خبر؟ همیشه خوب؟ بله عالی، همه چی رو بره، همه چی رو بره. اصلا شما رو آدم میبینه روحش قربون شما، لطف دارید. پرواز در میاد. و ولی خب یه ذره خبرای این هفته یه کمی داونم کرد. داون، باید این کلمه رو بگم. متاسفانه خب یه نکته رو من لازمه اینجا بگم. کار تولید طنز خیلی کار سختیه، مخصوصا اینکه تو سعی میکنی با برنامه‌ای که تولید میکنی صدای مردم باشی، ولی خب الان در حال حاضر ما بیشتر صدای مادران داغدار شیون و گریه هاشون رو میشنویم و این کار ما رو خیلی سخت میکنه. فکر میکنم دیگه خیلی کلیشه‌ای باشه اگه من بگم من برنامه این هفته رو دوباره تقدیم میکنم به مادران داغدار این مرز و بوم، ولی خب امیدوارم که این غم و غصه ها یه روزی به پایان برسه و شادی و خنده مهمون خونه های همه ما باشه. ما هم تلاشمون رو تا اون روز میکنیم که یک ساعت بتونیم خنده رو بر روی لب های شما بشونیم و دیگه حالا ممنون. آره بیشتر از این بریم سراغ چیزمیز. بذار چیزمیز رو ببینیم یه خورده آروم شیم بعد دوباره در خدمت شما خواهیم بود. چیزمیز این هفته اتفاقا نکات جالبی رو هم بهش اشاره کرده. کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شد. از مریدان خواهران تا زن نگیریم آروم نمیگیری. از مریدان خواهران تا زن نگیریم آروم نمیگیری. تو چرا زن نمیگیری؟ من دنبال یه پک چارتای مناسبم، گیر نیاوردم هنوز. حالا یه دونشو بگیر بعد یکی یکی اضافه کن. الو سلام، چی شده؟ چی؟ ماسک؟ ما به ماسک اعتقادی نداریم، تحمیل ماسک به مردم اشتباهه، این یک برنامه جهانی وحشت. چی؟ آها اون ماسک. خب چه غلطی کرده؟ دوباره؟ الان بچه ها رو جمع میکنم یه کارگروه تشکیل میدیم. چی شده؟ این یارو ماسک. ماسک؟ ما به ماسک اعتقادی نداریم، تحمیل ماسک به مردم. بابا این بچه خوشگله ایلان ماسک اینترنت ماهواره‌ای میخواد راه بندازه که همه دنیا به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنن. هیچ نگران نباشید، با تشکیل یک کارگروه در این راستا گامهای عملیاتی خود را برخواهیم داشت. چه گامی؟ گام اول طرح جمع‌آوری مودم‌های خانگی. ولی خب مردم باز میرن مودم میخرن. اینجاست که میریم سراغ گام دوم، پارازیت. و اینک اولین سامانه پدافنی پارازیت انداز والپیوندهای دو. راه پیدا کردی؟ الان کجایی؟ اینجوری که دستگاه نشون میده ما الان دقیقاً وسط کمیر لوت هستیم. و اما گام سوم و نهایی، پاکسازی جو زمین. ببخشید شما دوتا چه نسبتی با هم دارید؟ برادر فکر کنم زن و شوهر باشن. عزیزم بهتر نیست اون شاخک های قشنگ تو بذاری تو خونه فقط شوهرت ببینه؟ آدم فضایی انقدر بیرگ و بیغیرت. گریه نکن، یه تعهد کوچولو میدی بر میگردی. به شوهرش گفتین بیاد زمین براش مانتای کشت بیاره یا نه؟ خب
شادی خانم، مسابقه این هفته چیه؟ چی در نظر گرفتی؟ چی و بچه ها قراره که نخونن؟ قبل از اینکه بگم چی قراره نخونن، بذار یک خلاصه بگم از چیزایی که هفته پیش نخوندن یا نخوندن. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من فکر کردم که آهنگ آقاسی رو بذارم، آهنگ شاد، آهنگی که دیگه فکر می‌کنم تمام ملت باش خاطره دارن برای 5 دهه، 6 دهه حداقل. درسته؟ نه دیگه، نسل جدید الان مثلا بچهای 15 20 25 ساله چجوری میتونن خاطره داشته باشن؟ شهرام شب‌پره این آهنگو دوباره زنده کرد و تمام جوونا تو پارتیاشون با این زدن و رقصیدن. خب. منم که از همه جوونترم تو اون پارتیا بودم. آها. دیدم. این نکته خیلی آره. حساسه قضیه. آره. من خودم با این آهنگ باشتم. خب این الان چی؟ این میخوام بگم که آخه یعنی چی؟ میخوام بگم که یعنی حتی آسون ترین قسمت این آهنگ خاطر انگیز رو من انتخاب کردم. آیا شما نباید بتونید یک ورسش، یک کلمش، یک جملهش بگید؟ خب ببینم چیکار کردم. پخش کنم ببینیم چند تا بچه‌ها هنرنمایی‌شون رو ببینیم. تو قایق ها دور از غم ها میخونم نغمه خوش روی کارون. آقا من همیشه یادم میره یه قاطی میکنم سین آخر چی بگم، یه دفعه آدم رو هول میکنی تو. قایق ها دور از غم ها میخونم وقتی خوش روی کارون. قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه خوش لبه کارو. تو قایق ها دور از غم ها میشونن نغمه خوش روی کارو. چه گل با میشه وقتی میشینن دلدار. قایق ها دور از غم ها خونن نغمه خوش لبه کارو. تو قایق ها دور از غم ها تو قایق ها دور از غم ها میخونم نغمه خوش لب کارو. دور از غم ها میخونم نغمه خوش لب کارو. قایق ها دور از غم ها میبینم نغمه تو کارو. قایق ها دور از غم ها میخونم نغمه خوش لب کارون. قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه خوش لب کارون. دو قایق ها اون از غم ها میخونن نغمه خوش لب کارون. سینا جان این پارازیت ها نمیذاره ما آهنگو درست بخونیم متاسفانه. دمتون گرم. عشق دخترمون احبازی وقتی گریم بیرون وطن نازی دیگه ما تشویقتون میکنیم دیگه، ولی شما به خودتون نگیرید، یعنی فرض نگیرید که این بر اساس استعدادهای شما بوده، ما دیگه تشویق میکنیم که حال کنید دیگه. خب حالا گفتی که این مال نسل قدیم، یه دونه آهنگی بذار که منم بتونم بخونم. باشه، آهنگ میذارم تو بچه تو هم بتونه بخونه. حالا ببینیم اگه ببینیم چی کار میکنه. حاضر هستین؟ ببخشید دوربین ها پشت موبایل، دوربین پشت موبایل رو به صفحه تلویزیون آماده استوری گرفتن، من و شادی رو تگ میکنید. 3 2 1 حالا یواش یواش بیا و با ما مهربون باش، دیگه وعده نده بیا برام یه زبون باش. حالا یواش یواش بیا و با ما مهربون باش، دیگه وعده نده بیا برام یه زبون. بله 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 لیلا فروهر که 100%. امیدوارم که بچه‌ها آبروزی نکرده باشن. حالا معلوم میشه دیگه، تا دقایق دیگه که قرار این استوریا رو ریپوست بکنیم معلوم میشه بچه‌ها چه کردن. بله همراه ما باشید. خب اون
از استعدادهای سینا جان شما باز رفتی تو این کار این دوربین با این دوربین ما که دوربین کرینه رو جهر سقیله خیلی برج برجه میکنه بذار کار خودشو بکنه من گاهی احساس میکنم جوراسیک پارک یه دایناسور اومده کنارم انرژی درینک داریم به فیلم بردارش آروم نمیگیره ببین داریم یه تو حلقه من باز برش کن اصلا توجه چون تو بگو تو حرفتو بزن به استعدادها لطفاً استعدادگران منتظرن استعدادگران خوب ما که کلی کلیپ برامون فرستادن هر هفته میفرستن از نوازنده خواننده چه جوری میتونن بفرستن به سوژه یاب اونو بعدا میگم بعدا میگی خب پس استعدادا رو ببینیم چند تاشون رو ببینیم بیاد سر جاش ولی بد بوده با من خاطرات سیاه تو هر لحظه با من کدوم از ما دو تا بی معرفتی کرد کدوم از ما دو تا نامرد تو یا من زم به سر از هوای دیگری نماندی چرا به جای این که بگذری نماندی من به تو دل باخته بودم تو ندیدی تو به هوای این که میبری نماندی زم به سر از بفرستین به سوژه یاب در تلگرام و با هشتگ استعداد لطفاً آهنگای بهاریتون هم با هشتگ بهاری دو هفته دیگه هم بیشتر برای آهنگ بهاری وقت ندارین و بجنبین مرسی آشنا داریم میریم به استقبال مهمون استقبال مهمون آشنا مهمون آشنا ما در طول هفته های گذشته تمامی داوران پرژیاد گاد تالنت رو دعوت کردیم فقط یک داور مونده بود که کلی هم تلاش کرد چند بار قرار شد بیاد پرواز کنسل شد خورد به مشکل کرونا محدودیت سفر همه چی ولی در انتها موفق شدیم باش ارتباط برقرار کنیم ولی باز هم نه در استودیو نه در لندن بلکه در دبی آرش جون سلام سلام آرش جان
سلام سینا جان، سلام شادی جان، چطورین؟ همه چی خوبه؟ قربونتون، شما چطورید؟ سرمای لندن چطوره؟ خیلی وحشتناک. وحشتناک. دماغمون قندیل بزنه همه. تو جای خوبی هستی. حسابی گرم و آفتابی. خوش به حالت. آرش واکسن زدی؟ واقعا. واکسن رو زدم. من جزو اولیا بودم واکسن رو زدم. کدومو زدی؟ من از نوامبر رفتم دنبال واکسن. من چینیه رو زدم، الان زبان چینی من فول شده. خب خب خیلی, خیلی خوب. خوب میتونی با آرش استیلاف یه دونه آهنگ دوئت بدی. ساید افکتاش هستش. خب بگو ببینم این مدت چی کار میکردی توی کرونا؟ من واکسن رو اولا زدم سری، برای که داشتم یه ذره مسافرت داشتم، میخواستم یه سفر کوبا برم و یه ذره راستش بگم ترسیدم و حسابی رفتم دنبال این واکسنه که یه جور بالاخره این واکسن رو زدم و همه چیم اوکی، خدا رو شکر خیلی خوب پیش رفت. تو خونه خانواده من همه بعد که من واکسن رو زدم همه کرونا گرفتن، ای بابا، و من نگرفتم. آه. که معلوم بود واکسن خوب جواب داده. بازم خوبه؟ خب خیلی خوبه. بله درسته. آرش جان، این مدت که گرفتار بودی و نمیتونستی سفر کنی و به هر حال پاندمی کرونا دیگه همه رو تحت تاثیر قرار داده، برای تو چطور بود؟ چطور این برنامه ها ضبط شد؟ یکم از تجربه هات بگو. والا خب برای فکر کنم برای همه خیلی این سال خیلی بدی بود کلن و اصلا از ریتم زندگی همه افتادن و ولی خب من یه چیزای خیلی خوبی هم تو این سال دیدم، اینه که اول از همه میتونستم با خانوادم خیلی بیشتر وقت بذارم. این کار رو خیلی سالا نکرده بودم، 15 سال که قشنگ همه کانسنتریشنم هم رفت برای خانواده، برای بچه هام که حسابی حال کردم. و یه چیز خوب دیگه هم این بود که تو استودیو خیلی کار کردم، استودیو خودم در دبی با تیمم، و تونستم خلاصی عالم آهنگایی که خودم دوست دارم رو درست کنم. خب خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. بالاخره با این همه سختی و تلاش و گرفتاری که این ویروس کرونا برای ما درست کرد و مشکلاتی که هممون دست به گریبانش بودیم، موفق شدین شماها با هر بدبختی بود این گاد تالنت رو، پرجز گاد تالنت رو به پایان ببرید و امشب هم که قرار تکلیف این 100 هزار یورو مشخص بشه. امشب شب عجب شبیه امشب. ای کاش من بودم برنده اون 100 هزار یورو. امشب میشه برای سیزن 1. کاش که من بودم برنده مسابقه. ولی نه، ولی دم همه اونی که میبره ان شاءالله بتونه خوب استفاده کنه از این پول و کلا از همه چی. امیدوارم که همینجوری باشه، یه شانس خوبی براش بشه برای پیشرفتشون. آرش، یادمه که توی یکی از اپیزودا ابی جون قول داد که یک سازی رو اهدا کنه به یکی از شرکت کننده ها، اون داستانش چی شد؟ ابی جان یه سازی بود، خیلی ساز عجیبی هم به نام فگوت بود، درست میگم؟ درست. اسمشه یه سازی که در موسیقی کلاسیک استفاده میشه و ابی جان هم که انقدر مهربون و خوب هست و این پسر کوچولو فکر کنم مثل پسر بود پویان اگه اشتباه نکنم. آه. اگه برنده بشی با جایزت میخوای چی کار کنی؟ اول یه سازی برای خودم بخرم. مگمان خودت نیست؟ نه، این چیز کردیم، اجاره کردیم. آره اجاره کردیم از کنسرواتوار. چه برنده بشی چه برنده نشی، یک ساز من به عنوان کادو یک فاگوت بشم. سلام، میلاد هستم، الان پاریس هستیم، اومدیم کادوی کامی جان از طرف ابی جان بهش تحویل بدیم. بفرمایید. سلام. آه سلام. خوبی؟ خوبم، مرسی. آه کادو، یس. منم شنیده بودم اتفاقا خیلی هم سختی کشیدیم برای اینکه بتونید این اولا پیدا کردن ساز خیلی سخت بوده، بعد انتقالش به فکر میکنم محل زندگی این شرکت کننده نوجوان خیلی سخت بوده، ولی بالاخره موفق شدن و این کارو کردن و خوشحالش کردن. امیدوارم که بتونه با این ساز
آهنگ‌ها و کارهای فوق‌العاده زیبایی رو تولید بکنه. بله، خیلی سخت بود این ساز رو رسوندن در این وقت. اول همونجوری که خودتون گفتی سازه خیلی سخت پیدا کردن این ساز و همین ساز به این بزرگی که فکر کنم دو برابر خود پویان بود این ساز. اینو بالاخره رسوندم به دستش دیگه، خدا رو شکر. حالا آرش، تجربه خودت به عنوان یکی از داوران اولین گاد تالنت فارسی پرژیاز گاد تالنت، تجربه تو چجوری بود با شرکت کننده ها، با داورا، با شرایط کار؟ ولی خب راستشو بهتون بگم، برای فکر کنم برای همه ما داورا، البته خب من از اول از چشم از نظر خودم بگم، این که خب اول خب یه ذره سخت بود برامون، نمیدونستم چی بگم، چی کار بکنم، یه ذره خودم هم استرس داشتم. و همون یادم اپیزود اول، من وقتی که مثلا یه ذره نروس میشم من خنده های عصبی میکنم که اونجوری یه ذره ببخشید سوراخ دماغ من بزرگ میشه، خنده های عصبی هست که خیلی دیگه نمیدونستم، یعنی یه ذره چیز بودم، یه ذره استرس برداشته بود، چون که کاری بود که تالا نکرده بودم بشینم اونجا. و منم دوست ندارم راشد بهتون بگم یکی رو ناراحت بکنم، مثلا بگم تو خوبی یا بدی، آخه من به نظر خودم حالا من کی هستم که مثلا بشینم یکی رو اینجوری بگم. ولی بعد دیگه یه ذره تو این جریان راه افتادم، فهمیدم موضوع چیه، یه ذره خود کانسپت کار رو دیگه دستم اومد. ولی اون جلسه اول که ضبط کردم یادم یه ذره برام یه ذره سخت بود، ولی خب کلا خیلی دوست داشتم این کار رو، یعنی کار خیلی جالبی بود و یه کاری که دوست دارم ادامه بدم. خب امیدوارم که ادامه بدی، چون ما که خیلی حال کردیم. ولی یه کار دیگه کرد آرش تو وسط این اپیزودها، چند بار به چند نفر یه چیزایی گفتی، یه قولایی دادی، گفتی شاید من از شما استفاده کنم توی گروه هم. حالا فکر می‌کنی واقعا کسی هست که تو حالا چه تو نوازندگی، چه پشت صحنه، چه موزیک ویدیو بتونه شرکت بکنه، با تو همکاری بکنه؟ کسی تو نظرت هست؟ بله، چند نفر هستن، مثلا یاسمین عزیز خب خیلی خوب گیتار میزنه و کلن راستشو بهتون بگم ما موزیسین خانم خیلی کم داریم، یعنی خوب. و من خودم هم برای گروه هم دنبال یه موزیسین دختر میگشتم کلن، و خیلی سخت پیدا کردنش. و خوب گیتار میزنه نوید، واقعا بسیار بسیار حرفه‌ای میرقصه در زمینه خودش، در کار خودش حرف نداره. هستن، بله خیلی با استعداد هستن، یه سری هستن که به کار منم میخورن از این لحاظ منظورم. حالا کار تو اتفاقا اشاره کردی به کار خودم، میگی کار خودم که به کار من میخورن، کار تو اتفاقا خیلی هم متفاوت و همیشه تو کارهایی رو که منتشر کردی و آهنگایی که ریلیز کردی یه سورپرایز بوده برای مخاطب، یعنی ما رو که همیشه خوشحال کردی با کار کردنت با هنرمندای بزرگ مثل پیت پال، شگی، اسنوپ داگ، دیگه شامپا، خیلی ها رو کار کرد و همیشه سورپرایز بودی. و شنیدم امشب هم تو برنامه گاد تالنت قراره یه سورپرایز بزرگ داشته باشی برای همه. سورپرایز چی هست؟ بله، من یه سورپرایز خیلی بزرگی براتون دارم که دیگه بعد از این برنامه پخش میشه دیگه. کلن قرار بود این سورپرایز چندی ماه پیش، یعنی سال پیش بیاد بیرون، ولی به خاطر موضوع کرونا یه ذره طول کشید و گذاشتیم یه جوری ست کردیم، بذارم سخت بود که با فاینل پرشیاس گات تالنت بیاد بیرون. من یه دوئت کار کردم با یه دیجی به نام مارشملو. سورپرایز من به شما امروز. واقعا میدونی مارشملو کی شدی؟ بله. من نمیدونم، معلومه کی نمیدونه. وای آرش. مارشملو میدونی 5 تا حالا پلاتینوم سرتیفاید گرفته، یعنی
هر کدوم از آهنگاش بیشتر از 2 میلیون فروش بکنه پلاتینوم سرتیفای میشن. یعنی 11 میلیارد ویو داره ویدیوهای یوتیوبش. 40-50 میلیون نفر تو اسپاتیفای فقط کاراشو هر ماه گوش میدن. 50 میلیون نفر اشتراک کانال یوتیوب شده. اصلا بابا یارو خیلی قوله. قولیه. یکی از کار درست ترین موزیسین های دنیاست. دمت گرم آرش. واقعا میشه دست بزنیم؟ دست بزنیم برات واقعا. مرسی. جانم اون 100000 یورو رو خودت بردار به نظر من با عنوان جایزه. بله یه آهنگ آماده کردیم با مارشملو و یه جالبی این کار اینه که وقتی که قرار شد این آهنگ رو شاید توضیح کوچیکی بگم برای مردم عزیز بگم اینه که وقتی که شروع کردیم که آیده این آهنگ اومد این بود که من واقعا چون مارشملو تیم مارشملو اومدن از ما یه درخواستی کردن و خب برای منم خیلی خوشحال شدم چون مارشملو شاید یکی بزرگترین دیجی دنیا سران و نمیدونستم چی دوست داره مثلا من چه استایلی با من کار کنه که اول یه کاری کردم زیاد خوششون نیومد گفتن نه ما آرش رو میخوایم استایل خود آرش رو میخوایم که اینو گفت خیلی خوشحال شدم که زدم دیگه به سیم آخر دیگه زدم دیگه استایل خودم و یه ذره بندری و اینا یه کاری کردم اصلا دیگه دیوانه کردم دیگه دمت گرم دمت گرم اون موزیک ویدیو هم که رفتی کوبا ضبط کردیم حالا همین کاره نه اون یه موزیک ویدیو برای الان دارم همه کارامو آماده میکنم پشت سرم چون دیگه کاری نداشتیم یک سال دیگه داریم تونتون کارا رو آماده میکنیم که بدیم بیرون. آرش حالا تو خودشو دیدی؟ نه راستشو بگو برداشت ماسکشو خودشو دیدی؟ آره. خودش بود ببین مارشملو با هر کسی بازی ازم میکنه کار نمیکنه اینو میدی کی از من من بچه هم دو قلو هم عاشق مارشملو هن هی به من میگن قسم بخور خودشو دیدی؟ ماسکشو ازم این سوال دمت گرم آرش دمت گرم واقعا خیلی خوشحالم کردی و من الان ماسکشو بابا چرا برداشت من مشتاقانه منتظرم که امشب این کار فوق العاده رو بشنوم و مطمئنم مثل بقیه کارات هم عالی خواهد بود ولی اینجوری این مصاحبه دل ما رو خنک نکرده آرش نه. شما ببین میدونستی اولین مصاحبه رو من با آرش انجام داده بودم اولین مصاحبه فارسی آرش رو من باش انجام دادم حدودا فکر کنم 14 سال درست جوون بودیم درست. امیدوارم آخریش نبوده نه نه آخریش نبود قول بعد بدی که دوباره بیاد جوون بودیم دو تایی بذارم بیشتر مو داشتیم تو که تکون نخوردی قربونت برم تو مو درم آوردی مال منه که ریخته بعد قول بدی میای نه بابا 100% من بابا من میخواستم بیام خودت هم میدونی آره. که این کرونا نذاش کوویده گفتن 2 هفته بعد بریم نم کارانتین اینجا کنه 2 هفته 3 هفته اینجا نمیشه رفت هر هفته هم قانونا عوض میشه آره. از ما دیگه نفهمیدیم که من قول میدم یه ذره موضوع اوکی تر بشه 100% میام با هم یه مصاحبه حسابی میکنیم دمت گرم آرش دمت گرم خیلی لطف کردی ازت ممنونم امیدوارم که امشب فینال گاتلنت هم به خوبی برطرف بشه و مشکلات و مسائل و درگیری‌ها و اینا همه تموم بشه ما برگردیم به زندگی عادی و بتونیم دوباره گاتلنت رو و جوایز دیگه‌ای رو که برای بیننده‌ها برای شرکت کننده ها در نظر گرفتیم با خیلی راحت بدیم بهشون نه با بدبختی و نمیدونم یکی بکوبه ببره ساز بده بیاره خیلی ممنون ازت آرش جون. قربونت برم آرش. دمت هم گرم. ان شاء الله. دو قلوارم ببوس. سلامم برسون. جان، سینا جان عزیز، مواظب خودتون باشین. قربونتون. مرسی. قربونت برم. خدا نگهدار. خب بخش موزیک و اجرای فوق‌العاده بچه‌های گروه موزیک برنامه. ساترا بنده عزیز. این هفته سیامک برای ما یک کاری خودش ساخته و بی‌نظیره. واقعا یکی از کارهای قشنگشه. خیلی ممنون. در خدمت شما ایم. مثل من کی بوده که تنها تو میشنیده چشمای سیاتو قد دنیا میخریده دوباره گریه کنون داد میزنم تو رو ندارم انگاری درد من اکتا به خدا هم نرسیده بی تو امشب زیر بارون
تنهای تنها قصه ما رو کلاغا میبرن هر جای دنیا میریزه عشقای من رو گونه سرد غریبی میمیره آی میمیره دل من این امروز و فردا بی تو امشب زیر بارون سیامک بسازه و نوید تنظیم کنه و بقیه بچه ها همراهی کنن دیگه شاهکاره دیگه ما نباید خودمون تعریف کنیم ولی خب دیگه میکنیم اینجوری ما حالا از برنده قشنگ این هفته مون بذار تعریف کنیم بفرمایید برنده جان اسمت رو لطفا نمایان کن نمایت کن مبارک تو باشه نفعه دریافت جایزه رو به صورت دایرکت مسیج Direct message. نحوه دریافت جایزه رو به صورت direct message خدمتتون دوستان اعلام خواهند کرد و دیگه خودتون تعیین کنید چجوری جایزه رو می‌خواید دریافت کنید. اگر هم می‌خواید برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژه در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده و ویدیوهای مستحجن و علاوه این که در رابطه با پست برنامه و شرکت در قرعه کشی شما فقط پستی رو که من و شادی توی پیجمون این پیج بنده اینم پیج شادی خانم اینجا پست میکنیم این زیر نظر بدید نه پستای دیگه و جاهای دیگه چون شرکت داده نمیشه اسمتون کسایی هم که توی یوتیوب و توییتر نظر میدن و زیر پستای برنامه کامنت میذارن اونا هم اسمشون توی قرعه کشی شرکت داده میشه دیگه بسیار عالی بله شب همگی بخیر ممنون